من ائمه شیعی را به عنوان امام بهشون معتقدم، به خاطر این که علیست من او را وصی پیغمبر میشناسم، فقط و فقط علیست، و به خاطر که حسینه من او را وصی پیغمبر میشناسم و امام خودم میشناسم، فقط به خاطر که حسین حسینه، نه به خاطر اینکه پسر زهرات یا پسر علیس یا نوه محمده، نه به هیچ وجه. اگر حسین پسر یکی دیگه می بود هر کس و حسین بود، به نظر من وصی پیغمبر بود و به نظر من امام بود، ولو مادرش هر که باشه و پدرش هر که و پدر بزرگش هر که. و برعکس اگر حسین در همین خانواده بود اما حسین نبود، من نه او رو به عنوان خانواده پیغمبر میشناستم مثل پسر نوح، پسرش که بود اهل اون خانواده اهل البیت نمیشناستم. اهل البیت به همون معنایی است که در خود قرآن آمده که پسر نوح رو میگه اهل البیت تو نیست. و اگر عضو این خانوادم هست، عضو خانواده و اون خاندان نمیشناخته میشه. یکی دیگه برداشت جور دیگه است، میگه اصولا در ذریه و ذات اینا اختصاص خاصی داشتن غیر از همه بشریت، و اینا پیش از خلقت همینجوری آمدن در صلب آدم و اصلا در ذات و بافت جدا از دیگرانن و دارای یک نور اختصاصی هستن و یک سرشت منحصر به خودشون هستن. خب تو یک برداشت دیگه میکنی، تو حق نداری به من کافر بخوانی و من حق ندارم تو رو مرتجع بخوانم، به هیچ وجه. تو آزادی و من آزادم، هر دو هم حقیقته و هر دو هم تشیعه، هر دو هم اسلامه. اگر یک روزی یک مرکزی درست شد و به همه متفکرین و علما بخش نامه شد که اصول و فروع اسلام ره به این شکل همتون باید بفهمین و هیچ کس هیچ وقت دیگه حق نداره نظر دیگه بده، اسلام به عنوان یک علم، به عنوان یک منطق، به عنوان یک فرهنگ متوقف شده. این وحدت علامت مرگ فکر و احساس مذهبی است. این وحدت بزرگترین پیشرفت فرهنگ اسلامی و بزرگترین پیشرفت تشیع به خصوص به خاطر این بود که سنت بود که علما از اول با هم جر و بحث و مناظره داشتن و به شکلهای بسیار شدید و این مناظرات شدید و مکتبهای مختلف فقهی و علمی و فلسفی که باش شدت با هم مبارزه می کردن موجب می شد که هم دیگر تقویت کنن و خودشون رو تقویت کنن و مجهز کنن و پیش برن و بعد این فرهنگ عظیم رو بسازن. اگر نه فقه ما در همون قرن اول مرده بود، فکر ما هم در همون جا متوقف شده بود. اساس دنیا بر این تضاده، اساس دنیا همونطور که در یکی از این سخنرانیام گفتم و بعد در درسام خواهم گفت به اسلام شناسی که به دستم در اون درس جمعه، اساس ساختمان انسان بر تضاده، از خدا و شیطان، از روح و لجن ساخته شد. اساس جهان، اساس تاریخ بر تضاده، از همون اولی که شروع میشه هابیل و قابیل فرزندان آدم با هم میجنگن، از ما اول انسانی که وارد تاریخ میشه تا آخر الزمان این جنگ ادامه داره. اساس جامعه بر تضاد بین دو جناح، دو گروه مردم و طبقه و عناصر حاکمه. و اساس مذهب نیز بر تضاد، همواره مذهب علیه مذهب میجنگیده، چون که در یکی از این سخنرانیان به نام مذهب علیه مذهب گفتم. تمام تاریخ جنگ مذهب علیه مذهبه، نه مذهب علیه بیدینی جنگ نداشته،
پس شعاری که بیاییم ما اساس مکتب شیعی مونده و اعتقادات علمی مونده که تشیع عبارت است از نوع اعتقادات خاصی که من در بررسی تاریخی و اجتماعیم داشتم، اینها رو ول کنم یا تو تمامی برداشته و تحقیقات تاریخی ته رها کنی و بعد به من معتقد بشی یا من به تو معتقد بشم؟ این چنین چیزی نه امکان داره و اگر امکان داشته باشه مرگ تفکر علمی ماست. یک جمعیتی بود در اون 20 سال پیش، جمعیت مذهبی بود در مشهد ما، خیلی نیرومند بودن نا، خیلی زیاد جمعیت داشتن و عضو خیلی زیاد و پیشرفت و فعالیت و اینا. ما یه جمعیت خیلی کمی بودیم، خیلی گاهی بود که هر دو ماه سه ماه قرضدار میشد برای پول چایش میموند. علتش بود که اعضا اونا خب از دوده مردم بودن و اونا آدم های پول بده و فداکار و اینا. این جمعیت کوچکی ما از این روشن فکرهای نقنقو و بیخاصیت هزار تا انتقاد حاضر بودن بکنن، 50 و 60 تا 70 تا در ساعت نظریه و پیشنهاد، اما یک قرون حاضر نبود بده. به هر حال سطح فکر ما، جمعیت ما خیلی بالا بود در همون محیط و زمان. سطح فکر اونا از لحاظ فهم علمی و اینها پایین بود، خب خودشون هم میدونستن، ما هم میدونستیم، اما همت اونا و قدرتشون و امکاناتشون زیاد بود و ما هیچی. در یک نوع نمونه ای از پیشنهاد روشنفکران در وحدت اسلامی آمده بود یک نماینده از طرف اونا که همین پیشنهادش نماینده نوع سطح فکره، با همون سطحی که بنگاه های معاملاتی با هم حرف میزنن برای که دوتا معامله رو با هم جور کنن، گفت که شما خیلی زیاد میفهمین و خیلی در سطح بالا میفهمین و اینها، ما خیلی در سطح پایین، ولی خب ما باید با هم همدست بشیم و با هم ائتلاف بکنیم، برای اینکه خب هم شما به ما احتیاج دارین، ما هم ما به شما احتیاج داریم. اینی که برای اینکه این اختلاف من رفع باشه، شما ما یک کمی بالاتر فکر میکنیم و اینها، شما هم یک کمی پایینتر، برای اینکه اختلافمون و فاصلمون از بین بره و متحد بشیم. خود تو ممکنه یک جوری تمرین بکنی و زحمت و مطالعه اونا یک کمی بتونی بیای بالا، اما پایین آمدن دیگه نداره این کار. قول یک شاعر ترک میگه که به معشوقش میگه که بگو مشنو تا گوشم کر کنم، بگو مرو تا پاهام قلم کنم، بگو مبین تا چشمام بکندم، اما مگو مفهم، برای اینکه نمیتونم کاری بکنم که نفهمم. این نوع فهمیدن، سطح فهمیدن، این یک چیزیه که تا عقل و انسان آزاد اختلاف داره و با هم در تصادمه و در جنگه و این جنگ رحمته، این جنگ رحمته. ما از وقتی موندیم در تشیعمون که همه مقلد شدیم در مسائل عقلی، این دیگه خیلی عجیبه. تقلید یکی از مبانی مترقی تشیعه و منطقی است، اصلا مربوط به انسان. تقلید آدمی که در یک رشته تخصص نداره از آدم متخصص تقلید میکنه، من جمله در اینجا دید. اما در اساس تقلید از فروع فروعه. بعد میبینیم الان تقلید به صورت رسیده که از مقلدش مثلا یک مسائل عجیب میپرسه، آقا ما نمیدونم آناناس بخوریم یا نخوریم؟ این چه سوالی ها؟ آقا ما یک مسجدی هست، ما بریم اونجا یا نریم؟ حالا اون هم در یک کشور دیگه است، در یک شهر دیگه است.
او خودت بی عقل داره، این مسئله عقلی است. این مسئله عقلی است. یک نظریه علمی کسی داره، باز از آقاش میپرسه که آقا اون نظریه علمی درست یا درست نیست. آقا این مسائل تقلیدی نیست، در خود مبانی اساسی تشیع ما هست که تقلید در مسائل عقلی و اصول اعتقادی جایز نیست. و حتی کسی که اصول اعتقادی خودش رو به تقلید گرفته باشه، اساس دینش درست نیست و عبادتش درست نیست. تقلید عقلی به این شکل در میاد که عقلها رو از بین میبره. یعنی اون چیزی که باید هر کسی یک سرمایه گذاری در عقل کل جامعه بشری بکنه و در این جامعه فرهنگ اسلامی بکنه، سرمایه‌ای بده، این همه به صورت یک عبد عبید یک یا دو نفر در میان و او به جای همه فکر میکنه در مسائل عقلی و این نمیشن هیچی. گاهی هم که عقل کمی اضافی میمونه، او هم که استخاره میگیره، بعد دیگه هیچی. و اگر در این میانه یک کسی آمد از همه چیزش گذشت، یک حرف تازه داد، یک استنباط تازه کرد، به کلی ریشه کنه، در صورتی که یک مسئله بسیار طبیعیه و نه تنها جایزه بلکه بسیار تشویق شده و دعوت شدیم به تفکر دائمی. این تفکر و تعقلی که امر میشه دائما در قرآن، خطاب به یک گروه، خطاب به یک دستگاه، خطاب به یک عده خاصه، یا خطاب به همه خوانندگان قرآن و معتقدان به این قرآنه. وحدت در تفکر، وحدت در تحقیق، وحدت در عقاید، مرگ عقاید، توقف عقل و پوسیدن و مندن اندیشه، این روشن. بنابراین در این وحدت اسلامی تشیع و تسنن امکان وحدتشون نیست. تشیع و تسنن امکان وحدتشون نیست. اگر با هم یکی بشن، معلوم میشه یا به زور یکی شدن و یا به خاطر این که هیچ کدوم هیچی نبودن یکی شدن. یعنی هیچ یک از موازین عقلی واقعا دستشون نبوده، روی چیزایی که نمیشناختن باج دادن به طرفش، که حالا ما این مسئله رو بله میذاریم کنار به نفع شما، او هم میذاره کنار به نفع ما، معامله جوش میخوره. امکان نداره آدم متفکر بر اساس یک اعتقادی که با فکرش و منطقش کشف کرده و انتخاب کرده اینو بذاره کنار. چی میشه کنار گذاشت؟ تصمیم بگیریم از روز دوشنبه مثلا یک جور دیگه بفهمیم، کمتر بفهمیم، اندازه رفیقمون بفهمیم. وحدت در تفکر محکومه، اما وحدت میان شیعه و سنی این نه تنها ممکنه، نه تنها معقوله، بلکه وظیفه انسانیمون بالاتر از وظیفه و فوریتر از وظیفه منطقیمون و وظیفه زمانیمون و حتی وظیفه فرقیمون و بدیهیتر، این وحدت. بنابراین باز تکرار میکنم، وحدت میان تشیع و تسنن نه ممکن است و نه معقوله. مرگ تفکر علمی در میان تسنن و در میان تشیع، هر دو. اما وحدت شیعه و سنی هم ممکنه و هم معقول و هم مسئولیت و تعهد ما اینه. اختلاف فکری موجب تصادم و حرکت افکار و پیشرفت و رسیدن به حقیقت، اما اختلاف اجتماعی عامل قطع قطع شدن و متلاشی شدن نیروز و لقمه لقمه بلعید شدن به وسیله دشمن،
این دوتا یکی نیست. اغلب توی ذهنها چنان قاطی میکنن که مسئله لوس میشه. اصلا بکلی دوتا زمینه ای نه تنها جداست بلکه اصلا متضاد با همه، اصلا متضاد با همه. وحدت اسلامی به معنای این که همه مسلمان ها مثل هم معتقد بشن به تاریخ اسلام، به شخصیت های اسلامی، به نهضت ها و گرایش های اسلام، به حوادثی که در اسلام اتفاق افتاده، این اعلام مرگ تفکر علمی است و فهم و اجتهاد علمی دینی است. ممکن نیست چنین چیزی و نباید به وجود آورد. و یکی از بزرگترین افتخارات شیعه اینه که در خود شیعه چنین وحدتی و مرکزیتی رو به وجود نیاوردن. یکی از افتخارات بزرگ شیعه هست. ولی متاسفانه اگر استفاده ازش نمیشه به خاطر یک انحطاط عمومی است که شرق دچار شده و فرهنگ ما دچار شده. اینه که هر محققی آزاد است که خودش تحقیق کنه و نظر تحقیقی خودش اعلام بکنه. اما جامعه اسلامی که به عنوان یک نیروی است انسانی دارای مشترکات اعتقادی، هدفهای مشترک، وضع مشترک، سرنوشت مشترک و از همه مهمتر دشمن مشترک، این جامعه طبیعی است که باید با هم یک نیرو را و یک بازو را و یک مشت تشکیل بده. اون کسی که میگه فلسطینی ها خوب میخورند، دل شیعه را خنک میکنه. خوب میخورند، باید بخورند. چرا بخورن؟ اینا دشمن اهل بیت بودن. آقا اینا کی دشمن اهل بیت بودن؟ اهل بیت کجا؟ اینا کجا؟ به اینا چه تقصیر کرد؟ مثلا این او اهل بیت تو، اهل بیتیه که انتقامش رو باید بن گوریون بگیره؟ او چه جور تشیع توست که منتقمش و موعودش بن گوریونه و موشدایانه؟ یک بمباران میشن جامعه های اسلامی، بمباران میشن. اینا میگن که اینا دارن انتقام اون ستمی که بر خانواده مصطفی رفت اونا رو دارن پس میدن. آقا اون مسئله علمیه، مسئله تاریخیه، مسئله برداشت فکری منه، مکتب منه، این به این بابا مربوط نیست. مسائل تاریخی رو چرا مسائل اجتماعیش میکنیم به این شکل؟ تو اگر شیعه هستی به این معناست که در راه علی باید بری و به اون چی که او برای اون جنگی تو هم بجنگی و برای اون چی که او زندگیش فدا کرد تو زندگیش فدا کنی زندگیت. نه به این معنا که کسانی رو که امروز مثل تو بدبختی هستند اونها رو در کام دشمن مشترک خودت بندازی یا بفسندی که بیفتن به این معنا که تو شیعه علی هستی. علی خودش الان با اینا دشمنه. این برداشت تاریخی این آقا غلطه. این اگر به فلان خلیفه معتقده به عنوان دشمن اهل بیت به او معتقد نیست، به عنوان یک خلیفه پیغمبر و رفیق علی بهش معتقده و من باید از اشتباه درش بیارم. اگر منطق دارم باید این رفیقم ره از این برداشت تاریخی غلط درش بیارم و این کوشش منه و رسالت منه. این در اون حمله کردن به خانه فاطمه این آقا شرکت نداشته. والله 1400 سال بعد آمدی، خودتم میدونی که شرکت نداره و خودتم میدونی که به نفع کی داره یه حرف میزنی. تفرقه میان جامعه اسلامی از وقتی شروع شد که قدرت اسلامی آمده بود درست در مرز اروپای شرقی تا اسپانیا مثل یک سد
ایستاده بود و امکان هجوم و یورش مسیحیانی که به نام دین به قارت شرق آمده بودند از زمان صلیبی ها به بعد، جلو اینا رو گرفته بود. تفرقه به وجود آمد، تفرقه به این شکل که تمام این جامعه اسلامی رو لغمه لغمه بکنن به عنوان احیای نژادها و قومیتها و قبیلهیها. به این شکل که در فرانسه یک گزارشی دادن که ما یک کشف تازه کردیم و او اینه که اصولا الجزایری ها دو جورن، بعضیا نژادشون اول بربر بوده، بعضیا عرب. ما میتونیم این دوتا رو با هم اختلافشون بندازیم، یک نوع اصالت بربریسم، یک اصالت عربیسم، به جان هم افتادن مدتی و بعد فرانسه سالها بیشتر بر اونها حکومت کرد و هر دوره چاپید. در دوران وحدت اسلامی تفرقه های قومی ایجاد کردند و یکی از تفرقه ها تفرقه های مذهبیه. برای این چی؟ به تفرقه مذهبی بیشتر استعمار خارجی تک تکیه میکنه، به خاطر اینکه در اسلام این احساس قومیت و نجات پرستی به قدری ضعیف شده که دیگه احیاش بسیار مشکله، به عمق روح و احساس توده مردم نمیرسنن. اینه که روی تفرقه مذهبی تکیه میکنن. در این تابستان چند تا نمونه عرض کنم. این خانم ها آقایان، این مسائل اساسی ترین مسائلی است که مربوط به سرنوشت اکنون جامعه اسلامی است، در عین حال که یک مسئله تاریخی است. اگر یک کم خسته هستین، اگر که یک وقت گرسنه هستین، یک کم وقت گذشته، این اندازه در راه این هدف ها به هر حال میشه توقع داشت که تحمل بود. در تابستان امسال نمونه ها نقل کنم چه خبره. رفتم به مکه و مدینه. اون در مکه چند نفر از افراد عادی اونجا، ولی آدم های روشنی بودن، من و دوستم آقای هاشمی رو دعوت کردم، رفتم منزلشون، با هم نشستیم صحبت کردن و حرف زدن. با اون تصوری که من از اینا داشتم خیلی تعجب آور بود برای من که یک راننده تاکسی بود یکی از اونا و این به قدری منطقی حرف میزد که من ازش استفاده علمی میکردم و ما میدونیم که همه رو با یک قضاوت روندن و یک ملت و یک جامعه رو با یک چوب و او هم به نام نظام حاکم بر اونجا تلقی کردن، این علمی نیست و منصفانه هم نیست. خیلی حرفامون همدیگر رو تقریبا گرفته بود و تفاهم فکری و اخلاقی ایجاد شده بود. بعد یک چیزی گفت که من از شرم سرخ شدم. گفت که حالا خیلی خوب شده، مردم روشن‌تر شدن، مسائل روشن‌تر شده، افراد یک کمی بازتر شدن، دنیا رو می‌بینن، همدیگر رو بهتر می‌تونن بشناسن و این کسانی که همیشه تخم و بذر کینه و نفرت و بیگانگی رو می‌کارن، اینا رو دستشون مردم می‌خوانن. در سال‌های پیش می‌گفت خودم یادمه که حالا این حرف یا ساختن منتشر کردن یا عمل کردن فرقی نمی کنه. در طواف که ما می رفتیم می دیدیم که شیعه ها میان مویز کشمش های گنده لاش رو باز می کنن، یک مشت می خرن 2-3-5 توش کسافت مدفوع انسان میندازن، بعد روش میپوشونن، بعد اینا رو توی کیسه میکنن، میان به طواف کعبه توی اون شلوغی میپاشن روی زمین کعبه. بعد این فقیرای عرب به عنوانی که این آجیله، اینها رو میان میقاپن یا میبرن برای بزن بچه هاشون یا خودشون اینجا میخورن و به این شکل اونها عقده مذهبیشون رو خالی میکردن که ما یه خدمت بزرگی به حقیقت دینمون کردیم
و او اینی که مدفوع خود مونده به حلق این بدسنیاده. این یک چیز عجیب است. او باور کرده بود چنین چیزی ده، برای اینکه دیده بود. اما من و شما میدونیم که کدام شیعه جاهل پلیدی باشه که هرچی هم خصومت داشته باشه در کعبه چنین کاری بکنه. کدام چنین موجودی ممکن اصلا؟ ای جز اینه که چنین کاری رو کردند به نام شیعه در کعبه و در خود مکه، تا بین شیعه و سنی ره تا این حد فاصله بندازن که امکان تفاهم بین اینا نباشه. حتی تفاهم بین دو تا موجود انسانی از دو تا نژاد و دو تا مذهب ممکنه، این دیگه با این خصومت ممکن نیست. از این طرف باز میبینیم، از این طرف میبینیم عقاید ناسبیهاره، عقاید ناسبیهاره که دشمنان خانواده پیغمبرند در همین جامعه، همین الان در کتابهای اشخاصی که به ظاهر مقدسند منتشر میکنن، به چه زحمتی جمع میکنن تا به شیعه بگن که همه مردم اهل تسنن مثل اینا، این عقیدشونه، دشمنی با علی، دشمنی با خانواده پیغمبره. بعد شیعه وقتی همینقدر بگه فلانی شیعه نیست، دیگه یعنی دشمن حضرت زهراست، دشمن خانواده پیغمبره. از این طرف عقاید باطنیه به نام شیعه، عقاید اسماعیلیه به نام ما، عقاید قنوسیه، عقاید هندی، این عقاید درباره پیشوا و قطب و امام به نام ما در بین اهل تسنن الان منتشر میکنن. در همین ایام حج که درست بهبوهی است که یک شوره و عشق یک نواخت مشابه بین شیعه و غیر شیعه در یک مراسم مشترک احساس میشه و یک تفاهم میخواد ایجاد بشه، این کتابایی رو، جزوهایی رو به نام الخطوط العریضه مجانی پخش میکردن و در این کتابها تمام فحشایی رو که هر کس، حتی علی الله یا و امثال اینا یا بعضی از این ملاهای استثنائی ما که همه روحانیون و علما باهاشون مخالفن، اینا اگر فحشی به عمر یا به ابوبکر یا خلفا اصحاب دیگه دادند، همه اینا رو اونجا دو مرتبه جمع کرده به صورت یک جزوه در آورده و به نام این که همه شیعه از این فحشا به ما میدند و به اصحاب عزیز پیغمبر و حتی ناموس پیغمبر میدند، توی حج منتشر میکنند. همین الان در شرط فاجعه عجیب است. در مدینه یک دانشکده فقه وجود داره و یک دانشکده ادبیات. یک دانشجوی آلمانی جوان اونجا طلبه بود، از آلمان آمده بود. بعد من باید صحبت میکردم، میگفتم که شما اینجا راجع به شیعه چیزی میدونین؟ گفت نه. گفتم امام جعفر صادق میشناسین؟ گفت نه خیر. گفتم پس خوبه دیگه، جامعه معقول و منقولی تو، یه فارغ التحصیل چرا نمیکنه؟ تو در دانشکده فقه اسلامی اسم امام جعفر صادق اسمش نشنیدی تو؟ بعد گفتم که اصلا یک چیزی، یک جایی، یک کسی، یک حزبی، یک دینی، یک فرقه ای تو تاریخ اسلام، تو دنیا به اسم شیعه به گوش نخورده؟ گفت ها، در مثل ایرانی ها و اونها؟ گفتم خب بله. گفت که چرا؟ گفتم ها چی؟ گفت که همین اندازه فقط میدونم که اونها رسول خدا ره، رسول خدا نمیدونن، همین اندازه. به همه توی خود مسجد نبی آخونده یک موقر نشسته بودن اونجا که ما هم گفتیم اینا دیگه پر از علمه،
نشسته بودن اینا، اینا میگفتن که وقتی شیعه، من از اونا اصول اعتقاد شیعه رو من شنیدم، مثلا بعضی از اقایر شیعه رو ما از اونا شنیدیم که اصلا خود ما حتی توی منحط‌ترین قشرهامون اصلا نه تنها نشنیدیم بلکه اونام نشنیدن، که وقتی شیعه داره نمازش سلام میده سه مرتبه هی به زانوش میزنه، هی اینجوری میکنه. خب این چه اشکال داره؟ این نمیدونین شما چی میگه؟ بنده نمیدونم چی میگه؟ این به ظاهر نمیگه چون تقیه میکنه، اما میخواد سه مرتبه میگه وقتی که سلام میده به پیغمبر ناچار سلام بده چون شیعه تقیه میکنه، باید به پیغمبر سلام بده در سلام نماز، اما بعد سه مرتبه میگه که خان الامیر خان الامیر خان الامیر. خب خان الامیر چیه؟ یعنی جبرئیل از طرف خدا، ما شیعه ها معتقدیم جبرئیل از طرف خدا آمده و مأمور بوده که سوره اقرأ ره و بعدم قرآن ره بر حضرت امیر نازل کنه، بهش خیانت کرده، باش اختلاف حساب سر مرمون چی داشته، آمده به پیغمبر به او وحی کرده. گفتم خب حالا دفعه دیگه اول اشتباه کرد، خب بهش خب خدا میتونست یه خشه بگیره بگه که ما درست مأموریت درستون دیگه هیچ کاری، 23 سال همین عوضی میگفته هیچ کسی هیچی بهش نگفته. اون وقت ما همیشه میگیم خان الامیر خان الامیر خان الامیر، یعنی پشت میدیم به جبرئیل که تو پیغمبر روپایی کردی و پارتی بازی کردی با پیغمبر ساخت و پاک کردی، عوض حضرت علی ما رفتی او رو پیغمبر کردی. ما اینو میگیم. حالا بیچاره هر شیعه‌ای که تو مسجد نبی یا توی مکه سلام میده اونا همجو نگاه میکنن که اگر پوستشو بکندیم، میگه خان الامیر داره میگه. از این بر میبینیم تمام تهمت ها و تمام فحاشی هایی که یزیدیهی که در سوریه هنوز هستن و بنی امیه، طرفداران بنی امیه و ناسبی ها و وهابی ها، اینا رو به نام همه مسلمان ها و نظر همه مسلمان ها توی شیعه منتشر میکنه و بعد به صورتی در میاد که وقتی من میگم اینجا که بابا الان همین الان در مصر مسجد رأس الحسین و مسجد زینب که تو شیعه اصلا نمیدونی کجاست زینب و از بعد ظهر عاشورا گمش کردی اصلا رفته، در اونجا تجلیلی میشه از این دو مکان مقدس که در میان خود شیعیان نظیرش نیست، نظیرش نیست، و در خود همین کشورهای اسلامی و در میان نویسندگان غیر شیعی در همین 40 سال و 30 سال اخیر قلمها و اندیشه هایی که از عمر و از عثمان و از ابوبکر به شدت انتقاد کردن به نفع علی و همه ستایش هایی که شیعه معتقد نسبت به علی همه رو اثبات کردن و همه تهمت هایی که بدکینه های ضد مسلمان و ضد علی به علی منصوب کردن، همه اینا رو جواب گفتن و همین نویسندگان تک تک درباره فرد فرد از ائمه شیعی از اصحاب طرفدار حضرت علی و از نهضت شیعی، فکر و فرهنگ شیعی و حتی شخصیت های حاشیه‌ای تشیع و تاریخ تشیع، تمام قلم و تحقیق و قدرت کارشون در این خدمت و در این راه قرار دادن که ما به گردش نرسیدیم، به گردش
ما همواره از علی سخن میگیم، اما آثاری که اونها درباره علی منتشر کردن در همین 20 سال اخیر، یک هزارمش رو ما در ایران نکردیم. یک هزارمش. یک زن، یک استاد دانشگاه عین الشمس، این چون زنه درباره زنان خانواده پیغمبر برای هر کدامشون یک کتاب داره، برای دختران، برای دختران حضرت علی، دختران پیغمبر، زینب جدا، ام کلثوم جدا، فاطمه جدا، دختر امام حسین سکینه جدا، یک کتاب مستقل و تحقیقی و برای اولین بار حتی توی ما و توی ما نیست هنوز، تازگی چند تا کتاب نوشته شده، مثلا شرح زندگی قمر بنی هاشم، توش باقی میکنی ببینید شرح زندگی نویسنده کتاب قمر بنی هاشمه، عکس مؤلف در کتابخانه ابوی، این شرح زندگی قمر بنی هاشم، عکس مؤلف در حرم با جناب آقای نایب تولیه، بعدش هم شعر در متح حضرت، شعر و متح و اینا، این کتابی که تازه ما نوشتیم، تازه یک کتاب درباره فاطمه زهرا به فارسی اگر شما پیدا کردین که ما نوشته باشیم و به درد خوندن بخوره، مأخذ داشته باشه، سند داشته باشه، اصلا نه هیچی نداشته باشه، نثر داشته باشه که بشه خون، جمله درست داشته باشه، اصلا به زبون ما نوشته شده باشه، نه به زبونی که هم باید عربی بدونی، هم فارسی، هم زبونه دیگه، تا وقتی بدونی اون نثر رو بخونی، نه کو. اما جوری، همون جور که چهره ماره به عنوان دشمنان پیغمبر و دشمنان قرآن و دشمنان اسلام و اصولا شیعه پناهگاهی برای مخالفین و معاندین و زندیقان معنوی ها و زردشتی ها در طول تاریخ که از درون تشیع قیام کردن علیه خود اسلام و ریشکن کردن اسلام، ما رو اینجوری معرفی میکنن، اونا رو بین ما دشمنان خانواده پیغمبر همشون چکی هستن، در صورتی که نویسندگان بزرگی هستن که همه هستیشون رو و قلمشون در دفاع از خانواده پیغمبر و تحقیق درباره خانواده پیغمبر گذراندن و آثاری رو به وجود آوردن که ما اگر در این 10-20 سال اخیر اگر موفق بشیم اونا رو به زبان فارسی ترجمه بکنیم، خدمت بزرگی شیعی انجام دادیم. این ابوذر برای اولین بار به فارسی، به زبان فارسی، ابوذر مردی که در راه علی شمشیر زده و اولین کسی است که از علی جانبداری کرده و صحابی بزرگ پیغمبر و بعدم در زمان عثمان شهید شده و به عشق مولا و به خاطر تشیع و به خاطر اسلام حقیقی، و ما این همه نسبت بهش مسئولیم که این همه ادعای تشیع داریم، کو یک خط به زبان فارسی تا ببینیم اصلا این ابوذر چی بوده و کی بوده، و اولین بار و آخرین بار کسی که نوشته عبدالحمید جولت و سحاره و 20 سال پیش ترجمه شده به فارسی و بعد دیگه هیچ کسیش کار نکرده، او هم یک بچه اید نوشته ترجمه کرده، نه یک از آقایون محترم، سلمان ره ماسیون نوشته و عبدالرحمن بدوی سنی اون ره با اون همه زحمت و رنج ترجمه میکنه، بلال ره 5 کتاب درباره بلال وجود داره که تازگی ها منتشر کردن، درباره خود حضرت علی، درباره فرزندانش، نویسندگان بزرگی مثل طه حسین و مثل سهار و مثل انیس یونس منصور امثال اینا نوشتن، نه از نویسنده های
گمنام ناجوری که به عمهشون کاغذ نمیتونن بنویسن و حالا دست به قلم شدن و باعث رسوایی. این اختلاف انداختن درست برعکس اون چیزیست، درست برعکس اون چیزی که باید باشه. در فکرمون، در برداشتهای علمیمون، در منطقمون، بین ما و اهل تسنن باید تضاد وجود داشته باشه، مباحثه وجود داشته باشه، مناظره وجود داشته باشه، نظر آزمایی وجود داشته باشه، تحقیق و تفحص جدید مستقل و اجتهاد مستقل وجود داشته باشه و همیشه تضاد فکری نیست، وجود نداره. یک نواخت فکر کردن، قالبی فکر کردن ما، قالبی فکر کردن اونا و هیچ تماسی با هم نداشتن از لحاظ علمی. اما در صورتی که درست برعکس باید در کار علم تضاد ما می داشتیم و برعکس در جامعه که باید وحدت داشته باشیم در برابر دشمن مشترکمون، در جامعه است که اختلاف داریم و اختلاف می دازن. در فکر مردیم و سکونه، در زندگی اجتماعی و در برابر دشمن قطع شدن و بروی هم ایستادن و پشت به دشمن روی در روی هم پریدن. متاسفانه وقت نیست که مسئله رو درست اونجوری که میخواستم بررسی کنم و نتیجه گیری اساسی بگیرم، ولی یک عرضی فقط دارم و او اینه که تکرار یک اصلیه و اون اصل که باید ما مبانی اعتقادی تشیع خودمون ره، اصولی را که بهش معتقدیم و اصولی را که بهش معترضیم حفظ کنیم. اما و همچنان بین طرز تفکر و برداشت علمی ما و برداشت علمی مخالف ما دائما تصادم و تضاد و اختلاف و کشتی گرفتن منطقی وجود داشته باشه و ادامه داشته باشه. اما میان ما و اونها به عنوان دو بازوی یک اندام و دو برادر یک خانواده باید وحدت وجود داشته باشه. این راه سوم که با حفظ اصول اعتقادی شیعی خودمان و اختلافاتی که از لحاظ فکری و علمی با اونا داریم میتوانیم با اونها یار و همدست و متحد در برابر دشمن مشترک باشیم، این شعاری است و راهی است که اولین بار در تاریخ شخص علی ابن ابی طالب اعلام کرده و وضع کرده. علی در خانه میشینه، در خانهش میشینه و سکوت میکنه و شمشیر بر روی مخالفش نمیکشه چون مخالف داخلیه و بعد بیعت میکنه و بعد پشت سر همین ها نماز میخونه و بعد در جنگ ها مورد مشورت قرار میگیره و برای اونها خیراندیشی و صلاح اندیشی میکنه. چون که در جنگ ایران وقتی که شکست خورده بود اول قوای عرب، قوای اسلام، عمر گفت من خودم میرم و حضرت علی اوره من کرد که تو سر این سپاهی و اگر بری و کشته بشی به کلی متلاشی، تو باید مرکز داشته باشی که اگر سپاه شکست خورد دشمن بدانه که اینجا پشت داره. این صلاح اندیشی یک خیرخواهه و بعد با اونها مراوده داره، دوستی داره و یک بار نمیگذاره که اختلافشون سرچشمه کشت میکروب نفاق و اختلاف و جاسوسی و تضاد داخلی و متلاشی شدن این وحدت جوان باشه و بهره برداری قدرت‌های بیگانه اسلام یا جناح‌های داخلی منافق، یک بار نگذاشته. و در این حال هرگز، چنان که دیدین تا آخر عمر، هرگز از سر
اصول و مبانی اعتقادی که بهش معتقد بود یک وجب عقب نشینی نکرد. و حتی چنان که دیدیم در هیچ یک از اون مواردی که انتقاد داشت گذشت نکرد، و چنان که دیدیم در شورا برای تأیید رویه دو شیخ خلافت ره کنار گذاشت و نابودی خودش ره امضا کرد و اون رویه ره تأیید نکرد. و این به این معناست که علی در این حال که به مکتب خاص خودش، جبهگیری خاص خودش، فهم و برداشت ویژه خودش از اسلام و راه خاص مشخص و مستقل خودش که انتخاب کرده و فهمیده و به مواردی که بر مخالف اعتراض داره و پیشنهاداتی که داره و نظریه ها و نقشه ها و هدف هایی که برای جامعه داره و مرزی که اوره از مخالفش جدا میکنه، به همه اینها همواره به هر قیمتی و در هر شکلی و شرایطی وفادار میمانه. اما در برابر دشمن مشترک است که در دست همین مخالف و همین قاصب حق خودش و اهانت کننده خانواده خودش دست در دست او میگذاره و مانند یک بازو در برابر دشمن میسته، به طوری که روم و به طوری که ایران و به طوری که منافقین بزرگی که در همه جا بودند و آرزو داشتند که مدینه ره به قول خودشون خاکشون ره توی توبره اسباشون به سرزمین هاشون ببرن، اینها متوجه نشدن تا مدت ها که در داخل مدینه چنین اختلافات عمیق وجود داره و شخصیت بزرگی مانند علی حقش پامال شده و گوشنشین شده و دم نزده به این جور که بتونه در چهره ظاهری جامعه انعکاسی پیدا کنه که شهرت پیدا کنه در افکار عمومی و در بین قدرت ها که مدینه از درون داره منفجر میشه یا قابل انفجاره. و این اقلیت به شکلی در آمد که حتی ابوذر در جلو خود علی شجاع و رشید تبعیدش میکنن و تنها در ربزه جان میده و علی اعتراضش ده جز از یک تصادم و انتقاد شدید بالاتر نمیبره، بلکه در همون دوره چنان انقلابات در سراسر جامعه های اسلامی داره رشد میکنه و توسعه و دست های بسیار پلید دستن در کار متلاشی کردن این قدرتند که اگر ببینه بر این دامنه بر این آتش خور دامن بزنه همه چیز رفته، همه چیز. خود علی میبینه یک نوع شیعه صفوی، یک نوع شیعه علوی گفتم هست که اصول و فروش گفتم در بحث وحدت و تفرقه اسلامی یک شیعه دیگه هست، یکی تشیع علوی است که تشیع وحدت و یکی تشیع و در این حال وحدت و یکی تشیع ابو سفیانی است، تشیع ابو سفیانی. وقتی که حکومت قصد میشه از علی و علی خانه نشین میشه، ابو سفیان خودش میرسونه به علی، به خانواده علی، به خانه علی. چی نشستی؟ ای ذلیل ها، رو میکنه به عباس و علی، ای ذلیل ها اینجا شما نشستین و شلاق میخورین و قدرتتون ره و حکومتتون ره از دستتون میربایند و دم نمیزنین، ای ستم کش های ذلیل، دستت بده من تا با تو بیعت کنم. ابو سفیان هنوز تازه مسلمان شده، همون چند ساله، 2 ساله 3 ساله مسلمان شده و هنوز قدرت بزرگ قریش پشت سرشه و هنوز شخصیت بزرگ عربه، هنوز از فتح مکه تا مرگ پیغمبر دیگه. دست بده تا با تو بیعت کنم و فرمان بده تا برای دفاع از حق تو و احقاق حق تو و شکستن مخالف تو مدینه را از سواره و پیاده پر کنم. بعد علی میگه که هیچ کس ستم را نمیپذیرد مگر خر قبیله که هر چیز ره ای بارش میکنن و میخ
سکه تو سرش میزنن و هیچ کس براش مرثیه‌ای نمیخواند. بعد رو میکنه به ابو سفیان، ای ابو سفیان چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شد، برو من به سواره و پیاده تو نیازی ندارم. این در برابر ابو سفیان در داخل و سزارها و خسروها در خارج که علی این سکوت رنج آور شکنج آمیز 25 سال را تحمل میکنه تا اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخلی و خارجیش بمانه، تا بمانه. اینه که من معتقدم اسلام کمتر مدیون موندن خودش ره، کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد اوست و بیشتر مدیون سکوت او و تحمل او. و شمشیر او در کار خلق قدرت اسلام، اما سکوت او در کار موندن اسلام بزرگترین نقش داشته و او بنیانگذار حفظ اختلافات اعتقادی خودمونه در برابر مخالف داخلی و وحدت خودمون، نیروهای اجتماعی خودمونه در برابر دشمن خارجی. نه تشیع تفرقه است تشیع علی، تشیع وحدته، نه هم یک تشیع غیر علمی بی منطق سازشکارانه که بشود به خاطر مساله سیاسی یا مساله اجتماعی مبانی عقلی و فکری ره به کلی نادیده گرفت. متاسفانه امروز میبینیم همونطور که جناب آقای بلاغی راجع به صهیونیسم گفتن که از وقتی اینجا ندای صهیونیسم و مخالفت با صهیونیسم و جنایات او علیه مسلمین اینجا توی همین ارشاد مطرح شد، بعد از همه طرف تیرهای اتهام به طرفش سرازیر شد و از وقتی مسئله وحدت ره، وحدت بین مسلمین، نه وحدت بین تشیع و تسنن، وحدت بین مسلمین از طرف همین منی که بیش از هر کسی درباره مبانی تشیع صحبت کردم و نوشتم، وحدت میان مسلمین در برابر صهیونیسم در برابر استعمار مطرح شد، به یک شدتی حساسیت نشون داده شد که برای من باور کردنی نبود. برای من باور کردنی نبود. یک چیزی را توی اسلام شناسی نبخشیدن، نبخشیدن. چه جرمیه؟ پیغمبر در مرض مرگش پرده رو بالا میزنه ببینید به کجاها سرباز میکنه مسائل، مسائل ظاهرا مذهبی، ظاهرا علمی، ظاهرا انتقاده. پیغمبر در مرض مرگش افتاده، یک کمی حالش بهتر میشه، زور شده، چند روز نتونسته به نماز بده، ابوبکر نماز میخونده مثل روزای پیش، مثل روزای بعد، یک روز که نبوده که، پرده رو بالا میزنه. از این که میبینه جمله اینه، درست دقت بکنید به این همه حساسیت و عصبانیت و شدت و فحش و برای چی؟ برای چی؟ یک مسلمان این همه باید وحشت کنه از این وحدت مسلمان ها؟ پرده رو بالا میزنه. پیغمبر از این که این جمله است میبیند یک بار دیگر باز مسجد را میبیند و مردم را، این یک، و نیز از این که میبیند مسلمانان بدون حضور او هم وحدت و شکوه خود را حفظ کرده اند، لبخند شادی بر لب دارد. اینه جرم ما، جرم پیغمبر. یعنی
چرا؟ چرا؟ برای که در اونجا همه مسلمان ها داشتن با ابوبکر نماز میخوندن. بسیار خوب، نماز ابوبکر باطل، اما نگفتم که چون ابوبکر نماز میخونده که خوشحاله، که میگم به خاطر اینی که میبیند بعد از او و بدون حضور او مسلمانان شکوه و وحدت خود را حفظ کرده اند، شاد است. وحدت، وحدت، این درست به قلبش میخوره، وحدت. برای اینکه این گروه ها گروه ها تیکه تیکه باید باشن تا هم استعمار بتونه لغمه لغمه بخوره، هم ای بتونه مسلط باشه بر اونا. وقتی که این یک ده کوچیکیه، این آقا کس خداست، وقتی اینجا شهر شد این میشه هیچی، سپور میشه. از این که پیغمبر این دوست داره مسلمان ها برای پیش نمازی به جان هم میافتادن، برای پیش نمازی، یعنی تا پرده رو بالا میکرد میدید که 18 تا پیش نماز هر کدوم یک گوشه ای رو گرفتن، 7-8-10 نفرم دورش برشون هستن، مکبران قلقاتی شده. اینجوری خوب بود، اون وقت پیغمبر خوشحال میشد. بله که فریب و حقه در کار بود، تا در همین کتاب نوشتم که علی رو میخواست پیغمبر بفرسته به نماز، بعد او دو نفر با هم حضور پیدا کردن و 3 نفر ایستادن که چی میگی، و پیغمبر تصمیم نگرفت. بعد ابو بکر که به نماز ایستاد، این با سیاست قبلی و جبه بندی و دست داشتن عایشه در کار بود تا حق علی در اونجا ضایع بشه و کنار بره، اصولا مطرح نباشه. اینا رو قبول دارم، درسته، همونجا هم مطرح شده. اما علی بزرگترین درس رو اینجا میده که من این حق بازی ره، این کلک ره، این تجاوز به حق خودم ره و این سیاست فرصت طلبی ره در برابر مخالف تحمل میکنم و برای پیش نمازی در مسجد به جان حریفم نمیفتم و این رندی متجاوز قاصبانه رو به خاطر حفظ وحدت مسلمین در مسجد که سمبل وحدت مسلمین در جامعه و در زمین حق خودم ره و خشم خودم ره فرو میخورم و چشم میپوشم. علی اگر اونجا میامد یه گوشه دیگه وامیستاد و باز ابوذر و بلال و صهیب و اینا رو دور خود جمع میکرد و یک مکبر دیگه و اون هم یکی دیگه و اون یکی دیگه، این منظره ای بود که هم مسلمین محکوم بودند و نشانه عدم رشدشون بود و نشانه این که خودپرستی و خودخواهی و منافع صنفیشون ترجیح داده می شد بر منافع عمومی و بر فکر و بر هدف. و هم اینجا علی نشان می ده که حق خودش ره به کلی در برابر تجاوزکار داخلی صرف نظر می کنه تا با این حریف متجاوز داخلی در برابر دشمن ریشه برانداز خارجی وحدت ره حفظ کنه و شکوه رو حفظ کنه. و علی مظهر وحدته. مظهر کدام وحدت؟ وحدتی که با همه رنج و با همه شکنجه و دیدن همه رندی ها و نامردمی ها و خیانت نزدیکان و دوستان و همرزمان سابق همه تحمل میکنه، حتی کار رو به جای میرسونه که مروان که پیغمبر تبعیدش کرده، نخست وزیر عثمان شده، حالا بعد ابوذر او تبعید میکنه و بعد علی بدرقه میکنه از ابوذر، نه پشتیبانیش کرده نه شمشیر کشیده، بدرقه میکنه و مروان میاد جلو علی رو میگیره که امیرالمؤمنین از بدرقه ابوذر منع کرده و تحمل میکنه همه اینها رو و همه این پریشانی ها و سختی ها رو. چرا 25 سال
برای اینکه بمانه این قدرت، ولو در داخل این همه فاجعه و این همه حق‌کشی و این همه رندی و فرصت طلبی از طرف یاران نزدیک. این دست همیشه و هر کس و هر نهضتی و هر فکری گرفتار چنین خصومت ها. و از طرف دیگه علی‌رغم همه این تحمل بزرگ و این همکاری در بسیاری موارد و ملایمت در برابر قاصد و مخالف خودش در برابر اصول اعتقادی خودش که تشیع یعنی همون اصول و اصول اعتراضی و انتقادی خودش که تشیع یعنی همون اصول، چنان مستحکم و وفادار میمانه که به هر قیمتی یک لحظه حاضر نیست از صف نظر کنه. اینه که علی بنیانگذار وحدته و بیش از هر کس در این راه فداکاری و سختی کشیده و بنیانگذار وحدت بر اساس این شعاره. وحدت، وحدت میان تشیع و تسنن ممکن نیست، میان شیعه و سنی واجب است در برابر دشمن.